عرقیات افغان گلچکان و عطاری اربابزاده شما را به تماشای این برنامه دعوت می کنند. با نام یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شما عزیزان بیننده خوبانی که ما را از شبکه تلویزیون استقلال مشاهده میکنین و همچنان مخاطبین خوب ما در برنامه طبیبانه. خیلی خوشحالیم که باز هم در خدمت شما هستیم. باز هم برنامه دیگری هست و من در خدمت جناب استاد اربابزاده هستم. امروز بحث‌های بسیار متفاوتی داریم با توجه به درخواست‌های مکرری که شما عزیزان بیننده هم از طریق تماس تلفنی به شبکه و هم از طریق او عزیزایی که استاد حضوری میبینن یک سری درخواست ها کردن که انشاءالله بحث ما فقط ویژه روی مشکلات او عزیزا هست، کسایی که درخواست کردن، پیشنهاد کردن درباره انواع و اقسام مشکلات جناب استاد امروز بحث میکنن و به قولی نسخه های و یا درمان های برای چند نوع از مریضی ها انشاءالله استاد ارائه میکنن. عزیزایی که دوستان یادداشت کنن از همین الان آماده باشن، برای خود قلم و کاغذ آماده بکنن که بعضی مشکل بر نخورن. و یک موضوع خیلی خوبه که من یادآوری بکنم، بعضی از عزیزای دل تماس میگیرن به شبکه و مشکل خود به شبکه مطرح میکنن. ببینید دوستا، ما با استاد همین روز بالاخره چهارشنبه که برنامه پخش میشه همین یک ساعت و خوردی استاد به شبکه هستن که ما برنامه رو ثبت میکنین و متاسفانه دیگه دسترسی به جناب استاد ندارین که پاسخ به تماس های شما بدن. خیلی عالی میشه که از طریق صفحه تلگرام که دوستان ما زیر نویس میکنن شما پیام ها خور بگذارین. انشاءالله وقتی که جناب استاد آمدن باز ما پیام ها و پرسش ها شما تحویل از اینا بدیم و برای همگی مثل این برنامه که یک برنامه ویژه برای پاسخ و سوالات شما آماده کردیم، یک برنامه دیگه آماده میکنین و شما به پاسخ ها خو میرسین انشاءالله که در این قسمت هم همکاری بکنیم. در خدمت جناب استاد هستم. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و اصحاب پاکش. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و همشهریان عزیز شبکه تلویزیونی استقلال. ممنون شما، سلامت باشید. طوری که یادآوری کردم جناب استاد، امروز بحث ما روی نسخه های امراض متفاوته. شما دیگه اینان سخن به دست شما میسپاریم، شما آغاز بکنیم از هر جایی که صلاح میبینیم و دوستان میشه که یادداشت برداری کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. چون موضوع به عنوان راهنمایی از استفاده کردن از طبیعت هست، به عنوان طب سنتی یا طب اسلامی و برنامه هم به نام برنامه طبیبانه، من یقینم به اندازه توان ناچیزی که دارم برای عزیزان هدف ما بیشتر ایه که آشنایی بدیم و راهکار و یک خط روشن کنیم. عزیزانی که اهل مطالعه هستن برن دنبال ای و نتیجه های بسیار جالبی بگیرن از استفاده کردن درست از طبیعت، که ما هرچه وجود ما نیاز داره فقط از طبیعت باید به نیاز او برآورده بشه، نه غیر طبیعی. و تمام دنیا هم تجربه کرده این موضوع که اگر هرچقدر ما از طبیعت به دور بشه مشکلات ما در بحث مریضی ها بیشتر میشه و نتیجه هم ثابت شده. حتی امروز هم به این جهان صنعتی و پیشرفته هم دنیا کلن میبینیم که از طریق شبکه‌های مختلف به نام داروی گیاهی متاسفانه یک سری چیزایی تبلیغ میکنن که اینا هم داروی گیاهی نیه، ولی چون میخوان از طبیعت به اصطلاح بگیرن یا طبیعت رو به رخ بکشن تبلیغ میکنن فلان کریم، مثلا فلان صابون، فلان چی ایرما از طبیعت گرفتیم، فلان مواد طبیعی، در عین حالی که همچون چیزی وجود نداره. خیلی ها غیر طبیعیه که مردم رو فریب بدن برای بازاریابی و به اصطلاح جذب مشتری. اما هدف از این برنامه بیشتر ما سعی میکنیم که عزیزانی که بیننده هستن هم بخصوص هم شهری های عزیز ما از نسخه های بسیار تجربه شده و مؤثر به شرطی که یک تعامل داشته باشن. بازم چون اول برنامه در برنامه قبل هم گفتم داروی گیاهی به طور مسکنوار عمل نمی کنه.
داروی گیاهی به مرور عمل میکنه، اما پاک کننده مرض هست. درمان کننده به قول دیگه. درمان کننده قطعیه. و به کنار اینکه درمان کننده قطعی است، عوارض جانبی به هیچ عنوان نداره. حتی همو داروی گیاهی هم که سمی هست، اگر درست به میزان مصرف و اگر مصرف بشه، همو به اصطلاح سمیتی که داره از بین میره، اما سود خورب در بحث امراض به جا میگذاره. پس بنابراین درست مصرف کردن از داروهای گیاهی، به موقع مصرف کردن و ادامه دادن، نه ای که مثلا اگر یک سرماخوردگی میرن به یک مسکن همو لحظه قطع میکنن بعد 4 ساعت تا 6 ساعت، ولی اثرات او باقی میمانه، اثرات عوارض جانبی داروی هم باقی میمانه، ایر به مدت 2 روز از وجود کلن ریشکن کنن، سیستم میتابولیزم بدن، سیستم دفاعی بدن بالا ببرن، که داروی گیاهی ای کار میکنه و ثابت هم شده. بنابراین تا جایی که برنامه به ما اجازه بده، در این برنامه انشالله به عزیزان معلومات میدیم در رابطه با مصرف از گیاهان دارویی و از مواد غذایی که به عنوان دارو استفاده کنن برای انواع و اقسام مریضی ها انشالله. در اول برنامه جناب استاد، هر موضوعی که خود شما عنوان کردیم میشه که یادآوری کنیم و سرسلامت به عهده خود شما که دوم چی باشه و بحث نهایی ما چی باشه. ما به این برنامه انشالله به عزیزان نسخه های جمع‌آوری کردم، نسخه بسیار ساده ای که چون گیاه وسعت خیلی زیادی داره، خیلی وسعت زیادی داره، میتونین مثلا از 500 گیاه به یک نوع مریضی استفاده کنین، از یک گیاه به چندین نوع مریضی استفاده کنین. وقتی این رقم یک موضوعی هست به طبیعت، ما سعی کردم که نسخه های خیلی کوتاه جمع‌بندی شده در رابطه با رفع مشکل انشالله به عزیزان، از جانی که نیازمند هستن یا ای که میخوان پیشگیری بکنن یا اگر خدا اینو خواسته به مشکل مبتلا میشن استفاده کنن. خیلی عالی. یکی از اون جمله در بحث همین مریضی های امروزی که درگیر هستیم ما، مثل تب، سرفه، نفس تنگی و حالت دردای عضلانی که اتفاق میفته، که داروی بسیار ساده، نسخه خیلی ساده ما دو تا نسخه برای همه به اصطلاح مریضی های ضد باکتری به عزیزان راهنمایی میکنم. حلیله سیاه و مستکی دانه. مستکی دانه دانه های زرد رنگی هست به بازار، اونو که از سمق درخت گرفته میشه. مستکی دانه، حلیله سیاه و گور نیشکر به میزان مساوی از اینا خوب پودر کنانیر، مثلا 50 گرم لیسیا، 50 گرم مستکی، 50 گرم گور، اینا رو اولی دو دانر با هم دیگر خوب پودر کنن، بعد با گور مخلوط کنن، کاملا مخلوط بشه به صورت پودر. صبح، چای، شب، نیم ساعت قبل از غذا خوردن نصف قاشق غذاخوری روی زبان بگذارن، آرام آرام به بزاق دهن این ذوب شه بره پایین. سرفه، تنگی نفس، آلت خلط گلو و تقویت ریه میکنه. این سه مریضی که از بین میبرد ریه ها رو بسیار تقویه میکنه. یک نسخه رو. نسخه ضد عفونی کننده طبیعی که عوارض جانبی هم نداره، حتی به سر و صورت و چشم هم میتونن استفاده کرده. به تمام بدن اسپری کنن که به اصطلاح به مقابل مریضی های باکتریایی جواب بسیار خوبی هم داده و بدن را جلوگیری میکنه از آلودگی. مثلا اگر تنفس ما میکنیم از طریق ماسک پیشگیری میکنیم، ولی از طریق نفوذ جلد یا مثلا باکتری که از طریق چشم یا گوش وارد سیستم بدن میشه یا از طریق عروق وارد بدن میشه، میتونن از این اسپری طبیعی استفاده کرده و نتیجه خیلی خوبی هم داده. گلاب خالص، گلاب خالص 1 لیتر، گلاب آسانسی نباشه، چون گلابای آسانسی این جواب نمیده، فقط بوی داره، که فرق بین همی هم هست گلاب خالص و گلاب آسانسی. گلاب خالص 1 لیتر، کافور 1 قاشق غذاخوری، سرکه نصف گلاس، ترکیبی از اینا به داخل اسپری داشته باشن، دست، سر، صورت، هر جا بدن میتونن به صورت اسپری سمپشی کنن و حتی لباسر راحت به بازار گشت و گذار کنن. علاوه بر استفاده کردن از ماسک در رابطه با همی مریضی روزی که به بین مردم شایع شیوع پیدا کرده،
این موارد میتونن در رابطه با این مسئله استفاده کردن. اما اگر کسی خدا نخواسته به سرفه مبتلا میشه، سرفه خشک میکنه یا سرفه خلطدار، اگر سرفه خشک هست، عزیزانی که به روستاها هم زندگی میکنن یک موضوع خیلی جالب متوجه باشین، هر موقع سال خدای نخواسته اگر به سرفه مبتلا شدین، از شلمای درخت استفاده کنه. ما میگیم به ایراد شلم درخت، بو میگن سمق یا سمق فارسی به این میگن. سمق مثلا شلم درخت آلو، زردالو، بادام، شفتالو، هر کدام از این آلوجات سمق از ایر بگیرن به خانه داشته باشن. اگر سرفه خشک یا به اصطلاح سرفه همراه با رگه خون اتفاق افتاد، میتونن مقدار یک قاشق چایخوری از سمق نرم شده روی زبان بگذارن، آروم امورقم به دهن نباشه تا ای به بزاق دهن لعاب بشه و آروم آروم بره پایین. و یا ای که یک قاشق غذاخوری از پودر شده شلم درخت، هر کدام از این درخت ها که باشه، میتونن با آب گرم داغ کنن، امیر خوب هم بزنن که با آب مخلوط بشه. ای آب هر چند لحظه یک قاشق غذاخوری به دهن بگذارن، آروم آروم قورت بدن. خشکی نای، سرفه ای که از خشکی نای باشه یا رگه خونی داشته باشه به اثر خشکی نای و تنگی نفس، از بین میبره شلم ای درخت. و به کنار ای که ای استفاده میشه، اگر کلیه ها هم شین رزه داشته باشه یا التهاب داشته باشه، به اثر مصرف کردن ای شلم درخت کلیه ها هم پاک میکنه. پس ما از یک مواد دارویی میتونیم چندین نوع مریضی بسیار راحت استفاده کنیم. و ممنوعیتی هم نداره جناب استاد. هیچ ممنوعیتی نداره. خورد، کلان، به هر سن و سال هر چقدر هم استفاده کنه مشکل نداره. کم و زیاد یعنی دوز مشخصی نمیتونه داشته باشه که ما چقدر استفاده بکنیم. چون از طبیعت هست، خالص هست، بدون ضرر هر چی استفاده بکنیم عوارض جانبی نداره. خیلی عالی. سوم، چون به همین شرایطی که ما فعلا داریم خیلی همین مشکلات ها رو دارن، مشکلات سرفه یا تنگی نفس، یا چون سرفه بازم ناگفته نمانه عزیزان متوجه باشن، سرفه 14 نوعه، هر کدام یک دلایل داره که میتونه سرفه عصبی و سرفه از کلیه، گاز میده، عصب میده، کم خونی، مشکل قلبی، ایل آخر که ما بس ما بیشتر سرفایی که به همین موقع فعلا مردم درگیرن از عفونت بیشتر بله فعلا مردم درگیرن، بیشتر از این چیزا استفاده کرده که میتونن آب تربه، چی تربه سفید، چی تربه سرخ، چی تربه سیاه که قوی تر هست، آب تربه رو بگیرن با عسل مخلوط کنن. مثلا یک گلاس آب تربه به دو قاشق غذاخوری عسل ترکیب کنن. عسل اگر حداقل یک 30-40% هم عسل باشه بازم جواب میده، اگر عسل خالص باشه که دیگه نور الا نوره. با این آب ترب مخلوط کنن و این آب ترب هر 2 ساعت یک قاشق غذاخوری به دهان بگذارن، آروم 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 با بزاق دهان قورت بدن بخورن. ای علاوه بر او که ضد باکتری بسیار قوی هست، تقویت ریه میکنه، حتی خون ریزی ریه قطع میکنه، رفع نفس تنگی میکنه، برای مریضی آسم بسیار مفید هست. و در ضمن سرفه هایی که حتی از مریضی سل هم باشه اگر ادامه بدن درمان قطعی میکنه. پس ببینیم از یک مصرف مواد غذایی چند سود ما میتونیم برده. و از یک گیاه، بچه هایی که شیرخوار هستن، چون ما میام رو بحث نسخه گفتیم امروز به عزیزان چی میکنین که بگیرن، بچه هایی که شیرخوار هستن و کمخونن، کمخونی بچه ها و به اصطلاح دوری شیرخوارگی هم دارن که میخواین اینا مکمل به اصطلاح خون داشته باشن، از مادر عسل و خرما استفاده بکنه. عسل و خرما مادر استفاده کنه به برنامه غذایی، و عرق رازیانه یا خود بادیان به صورت دم کردنی مرتب به جای چای. از این سه نوع گیاه وقتی مادر استفاده میکنه، بچه از مشکل کمخونی به دوران شیردهی نجات پیدا میکنه.
و به اصطلاح تقویت عمومی بدن هم میشه و استخوان او هم پخته میشه. دوباره تکرار میکنم، اگر بچه به دوران شیردهی کمخونی داره، مادر از عسل، خرما و عرق رازیانه، چون عرق رازیانه گرانتره هست، بادیان ارزانتره، به جای نوشیدنی چای آب بادیان تیره استفاده بکنه. علائم کمخونی بچه چی میتونه باشه جناب استاد؟ اینم دقت بکنه. خب علائم کمخونی به بچه ها معمولا حالت ضعف و سستی بدن، بیقراری و بیدار به اصطلاح خواب کامل نشدن، تقریبا این حالت ها رو به بچه های شیرخوره داره و در ضمن مادر متوجه میشه که بله به موقع شیر خوردن به اصطلاح موقعی که سینر میموکه کم میاره، نفس کم میاره، یعنی توانایی نداره که مکمل خود خور به اصطلاح سیر کنه پشت سر هم دیگر. امچی یک علایمی که اگر اتفاق میفته برای تقویت میتونه مادر از طریق شیر بچه تغذیه کنه و این مشکل برطرف کنه. خیلی عالی. برای بی‌اشتهایی اطفال، بچه‌هایی که بی‌اشتهایند در دوران شیرخوارگی، درست میل به شیر مادر پیدا نمی‌کنند، به خصوص در هوای گرمی که فعلا هست، به فصل تقریبا دیگه نزدیک تابستانیم، هنوز این فصل هم فصل بهاره، به هوای گرم بچه‌هایی که شیرخوار هستند و اینا بی‌میل به غذا میشن و بی‌اشتها، برای رفع بی‌اشتهایی اینا میتونن مادر چه کار کنه؟ بچکم بچه روغن مالی کنه. با چی؟ با روغن کرچک و یا روغن سیادانه که به بازار هم هست. گفته ما نسخه های خیلی سادیر چین میکنیم، انتخاب میکنیم. چرب کردن شکم و پهلوهای تفلر با این دو روغن یا یکی از اینا چرب میکنه و بعد ای علاوه بر او که چرب کردن ای روغن به پهلوها و شکم بچه اشتها از ایرم خوب میکنه، نفخ میده و در زیم حالت دیل پیچه و قلنج بچه رم از بین میبره. یعنی سه مریضی رم به میده بچه شیرخوار روش روغن میلی که به شکم بچه انجام میدن، این مشکل رو برطرف میکنه. در بس مریضی هایی که بیشتر نیاز به تقویت عمومی بدن داره، ما که از طبیعت به روش های بسیار ساده میتونین استفاده کرده و سیستم ایمنی بدن یا به اصطلاح طب امروزی میتابولیزم بدن رو بالا ببریم تا در مقابل امراض بدن ما مقاوم باشه. فصل سیبه، همین سیبای ایرتی ما بهترین سیب هم هست، کیفیت خیلی بالایی هم داره از نظر مواد غذایی، چون اینا سیب گلخانه ای نیست و سیبی هم که اینا به زیر پوشال به اصطلاح اینا رنگ میدن یا میچینن سردخانه ای اینا رشد میدن، از اون نوع هم نیست. سیب تازه‌ای که از درخت کنده میشه و استفاده میکنن. سیب شکر ایمان، بله سیب شکر ایراد نظیر نداره، خصوصیات خیلی بالایی داره. خب سیب رو به صورت چی رنده کنن؟ سه برنده شده، 200 گرم سه برنده شده، دو قاشق غذاخوری عسل روی اینا میریزن، رو سیب میریزن، بگذارن داخل یخچال، جایی که یخ نکنه، یعنی قسمت باشه که دیگه به اصطلاح نه سرد باشه و نه گرم، قسمت پایین یخچال، فعلا که همه یخچال دارن، و اگر یخچال هم نبود به روستاها میتونن سرپوش روی بگذارین، دم پنجره شب بگذاریم که هوای آزاد بخوره، که این عسلی که رو سیب میرزن مخلوط شه باید. صبح ناشتا و قبل از هر غذا یک قاشق غذاخوری از مخلوط سیب و عسل استفاده بشه. این مخلوط سیب و عسل که به عنوان دارو و برای بالا بردن سیستم متابولیزم بدن استفاده میکنیم، برای چند نوع مریضی هم بسیار مفیده. کسانی که سن بالا دارن و به اصطلاح مریضی راشیتیزم یا در ضعف استخوان، همچنین کودکا دوست کتگوری سن، جوانا هم که اگر خدای نخواسته ضعف هم چون داشته باشن میتونن از این طریق، چون سب کلسیوم بالایی داره و در ضمن با این ترکیبی که میشه چند به چند مریضی بسیار مفیده. ضعف استخوانی 1، ضعف قلب 2، تپش قلب 3، تقویت عمومی بدن 4، ضد سرفه 5،
ملین معده 6 یعنی ملایم کننده معده، آرام بخش اعصاب 7 و تقویت کننده عمومی بدن که از همه مهمتر 8 نوع مریضی که یا ابتلا شده یا نشده، هم پیشگیری هم درمان با اصل و سه به این روش میتونن چیکار کنن؟ مشکل رو رفع کرده. خیلی عالی. ممنون جناب استاد، بحث‌های بسیار بسیار عالی شد. ببینیم که اگر که فرصت داریم موضوعات دیگر هم یادآوری بکنیم و یا اینکه ما بریم روی بحث ویژه که امروز قراره روی بحث متفاوت با شما صحبت خب بکنیم. خب ما این چند دقیقه دیگه که وقت داریم تا 10 دقیقه اگر بود آخر وقت رو برنامه اختصاص میدیم انشالله. خب چون هنوز خیلی از ناگفتنی ها در بحث نسخه های برای رفع مریضی ها مانده. در بحث مریضی تب که اکثرا میبینین درگیرم هستن این روزا متاسفانه، خب هر تبر ما نباید اختصاص بدیم بگیم به همین مریضی چون هست ای تب هم هست. نه، باز همه رقم که ذکر شد تب هم انواع مختلف داره و علت ها و دلایل مختلف که ما اینجا چند نوع تبر به عزیزان معرفی میکنم که اگر خدای نخواسته به این مریضی مبتلا هستن از چی روش بتونن این تب درونی یا نوع تبر تشخیص بدن و رفع مشکل بکنن. تبی که از کبد هست به ای به اصطلاح عامیانه میگن مرده تو، به هرات به مردم هرات میگن مرده تو، که دائم مریض به اصطلاح تب داره. ای تبی که از کبد هست علایم ای چیه؟ علایم ای خشکی پوست، تیرگی رنگ، خستگی غیر طبیعی، خورفتگی دست و پا، مرمور شدن اعضای بدن به خصوص سر انگشتای دست و پا. این علائم که تب هم همراه داره، این تب تب کبدی هست یا تب از به اصطلاح عامیانه از جگر، از کمکاری جگر بخواهی. جگر بله. خب آلی برای رفع این مشکل چه کار باید کرد؟ مواد غذایی و داروهای گیاهی که کمک میکنه برای رفع این نوع تب، نم کرده عناب با خاک شیر. اگر آب عناب را اول بگیرن، عناب باید کوبیده بشه. مثلا 50 گرم عناب را میگیرن، ایر میکوبن، به 1.5 لیتر آب ایر 24 ساعت نم میکنن، بعد فشرده میکنن، جرم ایر میگیرن، آب خالص. ای آب خالص با داخل ای 1.5 لیتر 4 قاشق غذاخوری خاک شیر ریگ شو شده که ریگ و خال و خاشی رو گرفته باشه، دانه خاک شیر رو با این نم کرده عناب ترکیب کنن، صبح ناشتا و شب یا عصری نمازدگر یک گلاس کلون از آب نم کرده آب عناب و خاک شیر نم کرده خوب مخلوط کنن، با هم بزنن که دانه خاک شیر هم مخلوط بشه با آب نم کرده عناب، استفاده بکنن، ایر ادامه بدن، هم باعث شفافیت پوست، هم باعث تصفیه خون و هم باعث تقویت کبد و پاکری کبد میشه از حرارت، بخصوص به کسانی که تب گرم دارن. یعنی دو نوع تب گرم، تب گرم و خشک و تب گرم و تر. دقیقا میخواستم این سوال رو بپرسم در باید تب هم بله بودم. به خصوص دو تب بیشتر به این مریضی مبتلا میشن به اصطلاح به این مرده تو. دقیقا. اما کسانی که سفید پوست هستن اگر به این مرده تو به اصطلاح اتفاق میفته ببینه اون بحث جداگانیه، کاملا جدایه از این موضوع. خب به این روش میتونن این به اصطلاح تب کهنه چیده از بین ببرن. اما اگر کسانی که قبضیت معده دارن، معده نرمال کار نمیکنه و تب معده ای دارن، این تب معده ای به هر نوع تب و خصوصیات و کوچیک و بزرگ اتفاق میفته که برای به اصطلاح روان کار کردن و سبک کار کردن معده باید تلاش کنن، نه برای تب، خود به خود تب از بین میره. فصل میوه های فصل هم هست، میتونن چه کار کنن؟ در همه این تب ها میتونن استفاده کردن.
اگر تب سرد دارن، سفید پوست و یا سفید پوست لاغر و یا سفید پوست چاق هستن، با مشکلی تب هم مبتلاین و در ضمن قبضیت معده هم دارن. یکی از داروهای بسیار مؤثر ام هست امروز به بازار آمده، ام تب گرمه. ناشتایی استفاده بکنه، یعنی قبل از هر غذا این امر کسایی که تب سرد داره استفاده بکنه، معده زیر روان و سبک میکنه، سردی معده هم گم میکنه و در ضمن این تب هم از بین میبره. دقیقاً. و یا عسل و سیبی که قبلا ذکر کردم، و یا این که از سیادانه صبح و شب یک قاشق غذاخوری سیادانه بکوبه، با آب کپه کنه، استفاده کنه. اگر فشارم بالا باشه، فشارم منظم میکنه و در زیم ضد یبوست هم هست. در تب؟ بله، در تب سرد. در تب سرد منظور ما کسانی که تب سرد دارن. و برای رفع تب سرد که وجودم به اصطلاح مرد تاو داره، از قبضیتم اتفاق میفته بیشتر به دونه و تب سرد، گل گلاب یا گل محمدی نرم شده، مقدار دو قاشق غذاخوری به یک گلاس کلون آب ایر یک سرجوشی میدن، بعد بگذارن خوب دم ببره. اگر شم میرن بخورن اشکالی نداره، ضرر نداره که بخورن. اگر نخوردن صاف کنن، ایر با گور شیرین کنن و یا با عسل. اگر عسل نبود جایگزینی گور، گورای پاک تمیزی خوب شیرین کنن. قبل از هر غذا یک گلاس استفاده کنن، به مدت 3 تا 4 روز هم قبضیت را از بین میبره، هم این مرده تاور به اصطلاح عامیانه از بین میبره، چون مرده تاوری که در تب سرد اتفاق میفته از معده، به تب گرم از کبده فرق میکنه. این مشکل را میتونن برطرف کرده. اما در تب گرم که دو نوع تب گرم و خشک و یا تب گرم و تر هست، اگر قبضیت معده دارن باید از این مواد گرم استفاده نکنن. برعکس، گل گلاب را نرم کنن، خوب نرم نرم شده به داخل 2 گلاس دوغ مخلوط کنن، چند دقیقه نم بکشه که خوب این گلاب با دوغ به اصطلاح آمیخته بشه. شکم خالی 1 ساعت قبل از هر غذا این 2 گلاس دوغ با همه نرم شده پودر گل گلاب سر کشن. به دو تب گرم و خشک و گرم و تر که قبضیت معده داشته باشن و تب اینو از قبضیت معده باشه، این مشکل رو برطرف میکنه و هم معده سبک میکنه، هم تب از بین میره، بدن نرمال میشه. اما تبی که تب عصبی هست، کسانی که ناراحتی عصبی دارن یا بی دلیل یا به اصطلاح حالت مینی استرس به اینا اتفاق افتاده و دچار تب شدن، یعنی بدن اینا غیر طبیعی داغه، وقتی که اعصاب اینا آروم باشه میبینن که نه این تب گم میشه ها. وقتی ناراحت میشن یا خود به خود مینی استرس به اینا دست میده، حالت بیقراری عصبی اتفاق میفته، میبینن بدن داغ میشه. به این نوع رفع تب از چی گیاهی استفاده بکنن که اعصاب آروم باشه و تب به وجود نیاید؟ سنبل تیب، گل گوزبان، پونه و کاسنی، از این 4 گیاه ترکیبی به صورت دمنوش استفاده بکنن. نه ای که هر گیاه شما اگر دیدیم فقط بگیم که ما باید دیر بجوشونیم، متاسفانه بس یک داروهای گیاهی، هر اسم دارو گیاهی میگم جوشونده، نه، خیلی از گیاه ها جوشوندن لازم نداره. اینا رو باید خوب نرم کنن، مساویانه باشه مواد که ذکر شد، نرم کنن اینا رو، مخلوط کنن. این مخلوط رو به جای نوشیدنی چای استفاده کنن، یک قاشق غذاخوری به 1 لیتر آب و جوش و داخل ترمزی بندازن، خوب دم بکشه، 20 دقیقه نیم ساعت دم بکشه، بعد استفاده کنن. هم اعصاب رو آروم میکنه، هم ضد تب هست، هم ضد باکتری، هم تقویت کننده قلب و هم تقویت کننده اعصاب. و به کنار از این موادی که این 4 گیاه ذکر شده داره، تصفیه خون هم میکنه، اختلالاتی که در کلیه هم ایجاد شده باشه از بین میبره، باکتریای معده ای رو هم از بین میبره، تقویت دستگاه گوارش هم میکنه و خواب آور هم هست.
یعنی از یک دم نوش چند مریضی میتونین پیشگیری و درمان کرده. برفت به تب هم نداره جناب برفت استاد؟ به تب هم خیلی نداره، عالی. به تمام تب هم میتونن این دم نوش استفاده کرده. ما گفتم سعی ما بیشتر به اینه که خلاصه تر کردن گیاه، خلاصه تر کردن و نسخه رو به عزیزان ما معرفی کنیم که استفاده بتونن کرده. خیلی عالی. ولی موضوع دیگه که بیشتر به این فصل سال درگیر میشن مردم اسهال هست. چون میوه های ملی هم زیاد آمده به بازار، مثل شفتالو، آلو، زردالو، هندوانه، خربزه، خیار، اینا میوه هایی هست که میده روان میکنه. یعنی بعضی ها اگر همه با هم دیگر استفاده میکنن یا بیرویه مصرف میکنن، اختلالات رودهی به اینا ایجاد میشه و حالت اسهال، حتی اسهال خونی اتفاق میفته که ما برای پیشگیری از این مصرف کردن میوه‌ها تا جایی که به ما وقت اجازه بده بعضی زن راهنمایی میکنم و بعد روش کنترلی و درمانی. اولا عزیزان بیننده، همشهریان عزیز، چون این فصل میوه‌هایی که با هم دیگر کاملا اینا اختلاف دارن و شما هم میایین میرین به باغ، از زردالو هم میخورین، از آلو هم میخورین، شفتالو هم میخورین، توت هم میخورین، اندوانه هم میخورین، 4-5 تا از این سب میوه‌جات هم میرین نوش جان میکنین، فکر ابتلا شدن به مرضی های بعدی هم بکنین. 2 گرم میخورین ها. حالی وقتی چون هوا هم گرمه، وقتی شما از هندوانه استفاده میکنین از شفتالو استفاده نکنین. از شفتالو استفاده میکنین، برعکس از هندوانه و خیار استفاده نکنین. خیار استفاده میکنین و دوغ از هندوانه و شفتالو استفاده نکنین. حداقل فاصله بین مواد غذایی روزانه شما و میوه‌جات حداقل 2 ساعت باشه. یعنی شفتالو، میوه های هستدار در کل خلاصه کنم چون وقت نیه، میوه های هستدار کلن و خیار و هندوانه به هیچ عنوان به بالای غذا نباید مصرف بشه. الان متاسفانه رایج ایران که متاسفانه بعضی‌ها به اثر معلومات نداشتن استفاده میکنن. چون از باد و نفخ میده، اسهال و استفراغ گرفته، درد پهلوها و حالت حتی آپاندیس. به همین فصل آپاندیسی هم زیاد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که میاین اینا با بالش چاش غذا رو میخورن، نوشجان میکنن، بو هم غذا لوبیا یا عدس یا قرمه نخود یا آبگوشت که خوب همه چیز مخلفات خورداره، کاسه 2 گرم میخورن روی. بعد نیم ساعت بعدم نمیشه هم کنار سفره، کاسه شفتالو رو پیش میکشم، شروع میکنم به خوردن. این دیگه فردای آپاندیسی حتمیه. پس یا یعنی رودی آپاندیس ببرم عفونت و یا چرکی میشه که باید کاملا انسداد ایجاد میشه به رودی آپاندیس، که کاملا باید متوجه باشیم از این نوع مواد غذایی پرهیز کنیم. یعنی میوه های ذکر شده را حداقل 2 ساعت قبل از غذا یا 2 ساعت بعد از غذا مصرف بکنیم که به این مریضی ها مبتلا نکنه. خیلی عالی احسان جان، اشاره میکنید ظاهرا 10 دقیقه دیگه من به شما فرصت دارم، اگر که رو بحث ویژه بریم خیلی عالی میشه و اون مطالب بگم که مونده انشاءالله هفته بعدی هم فکر کنم باید در این باره صحبت بگه. در بس امراض اگر ما بیاییم که خواسته باشیم نسخه تجویز بشه و یا معرفی امراض، بی نهایت به وجود همی بشر دوپا بیش از تقریبا 2400 نوع مریضی تا بال شناخته شده. بسیار پیچیده است. مریضی های روز داره، میبینید که روز در گذره هست، مریضی های روز هم داره. بله دیدیم دیگه، که اینا دیگه پیچیده است. اما خب وقتم به ما اجازه نمیده، بیشتر صرف به خاطری که معلوماتی عزیزان داشته باشن. امروز در رابطه با میوه ام یا انبه، که این میوه مال شبه قاره هست و به افغانستان هم میای، خب متاسفانه گران هم هست امسال دیگه، هر کس نمیتونه بخوره. میوه ام بسیار میوه مفیدی هست، اما به چی کسایی؟ که باز این چی بعضی چون گرم مزاج ها یکی من که با چکم هم هستم زیاد چی دارم و خیلی هم رجوع میکنم به این میوه. ما دیدیم این میوه برای سرد مزاج ها بهترین میوه هست که استفاده میکنن، اما گرم مزاج ها هم ناامید نشن، میتونن استفاده کرده، به شرطی که خونسا کننده ایرم استفاده کنن. اگر ام استفاده میکنن پشت سر یک نیم ساعت بعدی شربت سکینجومین استفاده بکنن، یا شربت زرشک استفاده بکنن، یا لیمو یا نارنج،
یکی از این میوه های ترش استفاده بکنن که حرارت گرمی امر از بین ببره و از این میوه بسیار مفید هم مستفید بشن. هم علاوه بر او که چندین نوع ویتامین داره که ما اینجا خلاصه چند چیز را ذکر میکنم به عزیزان که میتونن بدن را از چی تغذیه کنن. بالاترین آهن داره، بالاترین ویتامین ای داره که 3500 واحد بین المللی ویتامین ای. ویتامین B1، ویتامین B2، ویتامین B6 غنی هستیم. ویتامین سی 25 میلی گرم در 100 گرم فقط گوشت ام نخستیو. نشاسته 12 گرم، کلسیوم 6 میلی گرم، فسفر 9 میلی گرم. یعنی این مواد ذکر شده موادی است که رو سیستم عصب بسیار تاثیر گذاره، رو سیستم غدد جنسی بسیار تاثیر گذاره، رو سیستم غدد فوق کلی بسیار تاثیر گذار هست که اینا غده های فوق کلی بسیار تقویه میکنه و وقتی تقویه شد غده های فوق کلی سیستم ایمنی بدن بالا میبره و کمک بری بهتر کار کردن کبد و قلب میکنه که یک بحث های جدایی داره. ما فقط خلاصتاً از مصرف ام طبیعت گفتیم گرمه، گرم مزاجا اگر استفاده میکنه حتما پشت سری سردی استفاده کنه، ولی سرد مزاجا هر چی استفاده کنه مشکلی هم نداره، هر چی بتونن نوش جان کنم هیچ مشکلی نداره. البته روزا توصیه کنید کم مصرف کنید، خود قیمتی هم خب قیمت خوب گرونه، ولی خب روی بخصوص باز رو مواد غذایی استفاده نشه. یک ساعت قبل یا یک ساعت بعد است. کسانی که از ام استفاده میکنن رنگ چهره یا رنگ رخسار یا رنگ پوست روشن میکنه به خاطر ویتامین ذکر شده ای که گفتیم ویتامین ای 3500 واحد بین المللی داره و ای برای شفاف شدن پوست بسیار کمک میکنه. برای خوشبویی دهان خیلی مفیده، کسانی که نفس نابوی میده و ای بوی نفس به چند مورد اختلال داره بخصوص در بحث سرد مزاج ها که استفاده میکنه، البته به هر دو تب برای رفع خوشبو کردن دهان مفیده، اما برای سرد مزاجا ورم لوزه یا التهاب لوزه که باعث به اصطلاح بوی دهان میشه یا التهاب معده که باعث بوی دهان میشه مصرف ام این مریضی را درمان میکنه. ادرار آور قوی هست، کسانی که ادرار اینا به اصطلاح ضعیف هست و باعث ورم بدن هم میشه یا به اصطلاح به مریضی هدرون فروز یا کمکاری کلیوی مبتلا هستند، مصرف ام کلیه ها رو قدرت میده، فعال میکنه و در ضمن ادرار رو زیاد میکنه برای پاکیاری خون که خون رو از رسوبات اسید اوریک پاک میکنه و باز بخصوص به سطح مزاجا بسیار مفید هست. حرارت بدن رو پایینی میاره، به گرم مزاج و سرد مزاج به هر دو تب حرارت غیر طبیعی بدن رو پایین میاره، به سرد مزاج بیشتر تاثیر داره. دلیلی چی؟ دلیل ای که اگر قبضیت معده داشته باشه رفع قبضیت میکنه، هم داروی بسیار خوبی در رفع قبضیت معده و یا کنکار کردن معده هست. درمان کننده بواسیره، چی بواسیر خونی چی بواسیر دکمه‌ای، چون به هر دو بواسیر اگر معده منظم کار نکنه ریشه آلودگی خون هست و وقتی خون رو پاک میکنه و در ضمن معده رو سبک و روان میکنه این دو مریضی هم درمان میشه. انبه چون گرم هست برای کسانی که سرد مزاج هستن و احساس سردی به اعضای بدن میکنن به خصوص میگن که بله ما به موقع استراحت که هستیم ساق پا ما استخوان در لک استخوان نیه، ساق پا حالت درد سوزنی و سوزیشی داره، استفاده کردن از ام این درد سوزیشی و سوزنی به اصطلاح به کسانی که سرد مزاج هستن شب با حالت استراحت چون گردش خون کن میشه به بدن، شب هم طبیع و سرده اگر به مقابل پنک کولر هم خواب بشن یا به هوا آزاد طبیعتا وقتی که ما استراحت با حالت استراحت هستیم حرارت خون ما پایین میایه و این بدن سرد میشه، به سرد مزاج این عوارض ایجاد میکنه که احساس درد استخوانی میکنن. از مصرف ام میتونن این رفع مشکل رو بکنن. خستی امر دور نندازنن،
چون متاسفانه ما خیلی از گیاهای که استفاده میکنن مواد موثر و مفید از اور دور میندازنن، اور دور نندازنن، حتی پوستر میتونن استفاده کردن. پوست امر بعد از اینکه امر نوشجان کردم اما تایرم پاک ترشیدن به اصطلاح، پوست امر بگیرن ماساژ بدن به دستا، سر و صورت، پاها، هر جا پوست کدر گرفتگی داره، پوست روشن شفاف ملایم میکنه و نیاز به کریم هم ندارن، استفاده کنن نتیجه را هم ببینن. در بحث خستی هم که خستی امر نباید دور بندازنیم، امر که نوش جان کردیم خستی به هفته و خوش کنیم، که چون اگه به هفته و خوش نکنیم مغز از او چون کلون هم هسته و رطوبت زیاد داره زود پوپونک میزنه، ارغک میزنه به اصطلاح. مغز سالم با من دو سه روزی که هفته و خورد میتونیم مغز بشکنیم، مغز سالم باز خوش کنه، به خونه داشته باشیم. اگر خدای نخواسته کسی اسهال خونی و یا اسهال طبیعی هم میشه که معده و روان میشه، یک قاشق غذاخوری از پودر خستی امر به یک گلاس آب و لرم ناشتایی استفاده بکنه، سه روز ادامه بده، اسهال خونی و اسهال پیچش داره معده درمان میکنه. خستی امر دور نندازونیم. برای مریضی سرماخوردگی خستی امر بگیرن پودر کنن، مقدار نصف قاشق غذاخوری به یک گلاس آب جوش دم کنن، خوب که دم کشید این آب رو نوشجان کنن. برای سرماخوردگی و گرفتگی گلو بسیار چیز مفیدی هست. سرفه های سخت و زکام درمان میکنه به چی روش؟ خستی امر با گل ختمی، هستی هم کوبیده شده نرم شده، نصف قاشق غذاخوری با یک قاشق غذاخوری نرم شده گل ختمیر به داخل دو گلاس آب جوش ایر چند دقیقه دم کنن، نجوشونن، خوب دم بباره، آب از ایر استفاده بکنن. هم به اصطلاح سرفر درمان میکنه و هم خشکی نایر برطرف میکنه و هم تقویت کننده ریه هست. برای خونریزی بواسیر هسته امر به چی روش استفاده بکنن؟ چون گفتیم امر که خود استفاده میکنن میدر سبک میکنه، وقتی میده سبک شد بواسیر هم گم میشه، اما خون ریزی که به اثر بواسیر تا میده مرتب کار میکنه از هسته امر به چی روش استفاده بکنن؟ هسته امر خوب نرم کوبیده با نبات مخلوط کنن. مقدار دو قاشق غذاخوری هسته ام، یک قاشق غذاخوری پودر نبات ترکیب شده، ایر صبح و شب قبل از غذا با یک گلاس آب گرم یک قاشق غذاخوری از ایر به صورت کپه‌ای استفاده بکنن، بواسیر خونیر درمان میکنه و حتی خونریزی های غیر طبیعی داخل معده هم که بازم ذکر میشه اگر از اسهال خونی باشه هم درمان میکنه. و خانم هایی که دچار خونریزی غیر طبیعی میشن به خصوص سن از 40 به بالا که میگذره که دوران یایسگی است، اختلال ایجاد میکنه و خونریزی های غیر طبیعی ایجاد میشه، و یا به هر سنی که باشن به اثر کمبود ویتامین کا و یا اختلالات دیگه که به وجود میاد، اما برای پیشگیری تا علت و دلیلی شناخته بشه میتونن از هسته ام به این روش برای جلوگیری از خونریزی استفاده بکنن. با امیدی که انشالله عزیزان ما بتونن استفاده درست بکنن. و در ضمن در پایان برنامه از شما عزیزان درخواست ما این است که برای مریض سبال علاج درمان نشدنی که هیچ دارو و درمان نداره به این کشور همه مبتلا شدین، مرض بیتفاوتی نسبت به یک دیگر، به این فقط دعا کنین، از خدا بخواین این مرض بیتفاوتی نسبت به یک دیگر فقط خدا درمان کنه، که هیچ نسخه و دارو و درمانی وجود نداره به این. ممنون شما جناب استاد، بحث بسیار بسیار مفیدی شد. متاسفانه که زمان ما محدوده و احسان جان همش اشاره میکنه که باید برنامه رو ختم کنیم، و الا بسیار بسیار بحث آموزنده بود. ان شاء الله در برنامه های آینده ما با جناب استاد هستیم. همچنان طوری که اول یادآوری کردم، شما هم لطف کنین از طریق کانال تلگرام پرسش ها رو بپرسین، به شبکه که تماس میگیریم نگین من سرم درد میکنه، پامو درد میکنه، احسان جان نمیتونه برای شما اطلاعات بده. ان شاء الله دقت بکنین، کانال تلگرام در خدمت شما هست، تمامی پرسش ها شما همین که امروز جناب استاد
به تمامی پرسش شما پاسخ دادن، حداقل یک مقدار اینا روزهای آینده ما این برنامه داریم، در برنامه آینده میتونیم که ما به تمامی پرسش شما پاسخ بدیم. ممنون و تشکر از همگی شما عزیزایی که ما را دنبال